در خط خبرها در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. ننگرهار امروز شاهد رویداد خونین. در آستانه مذاکرات برای آغاز پروسه صلح، حمله انتحاری در شهر جلال آباد تعداد زیاد کشته و زخمی بر جا گذاشت. آغاز یک مرحله جدید در روابط میان ایران و ایالات متحده آمریکا. از سرگیری تجارت میان این دو کشور چه سود نصیب مردم خواهد کرد؟ و در بخش صحی برنامه امشب درباره طرز استفاده و نگهداری دواها صحبت خواهیم کرد. امید است تا اخیر بیننده برنامه باقی بمانید. با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان گرامی تلویزیون آشنا صدای آمریکا، احمد فاضل‌لامی هستم با برنامه امروز یکشنبه 27 جدی سال 1394 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه درباره سهم زنان در مذاکرات صلح افغانستان صحبت خواهیم کرد. خواهید شنید که در ایالت میشیگان آمریکا چرا حالت اضطرار اعلام شده، و همچنان در بخش صحی برنامه صحبت ما را با مهمان فراموش نکنید. اما نخست خبری از شرق افغانستان. انفجار انتحاری در مهمانخانه یکی از بزرگان قومی ولایت ننگرهار حداقل 13 کشته بر جا گذاشت. مقامات افغان میگویند که این حمله امروز در حالی بر مهمانخانه عبیدالله شینواری، یکی از بزرگان با رسوخ قومی در شهر جلال آباد رخ داد که تعداد زیادی از دوستان او به مناسبت تجلیل از رهایی پسر آقای شینواری از اسارت طالبان جمع شده بودند. رئیس جمهور غنی با پخش اعلامیه این حمله را به شدت محکوم نمود. یک مقام افغان امروز یک شنبه خبر داد که طی یک حمله انتحاری که در منزل یک سیاستمدار برجسته در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار رخ داد، در آن حداقل 11 نفر کشته و عده هم زخم برداشتند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت مهاجم مواد منفجره را که در لباس خود داشت حوالی ساعت 10:30 در یک مجتمع مسکونی متعلق به عبیدالله شینواری انفجار داد. آقای شینواری یک عضو شورای ولایتی ننگرهار است که خانواده‌اش در سیاست ملی و محلی فعال می باشد. حمله ناگهانی انتحاری رخ داد که در نتیجه آن تعداد زیاد افراد ملکی کشته و زخمی شدند. با گفته یک سخنگوی والی این ولایت، پسر آقای شینواری در این حمله کشته و تعداد دیگر به شمول پدرش زخم برداشتند. تا کنون ما جسد 13 تن را که در حمله امروز به شهادت رسیدند دریافت کردیم و 14 زخمی به این شفاخانه منتقل شده است. 3 نفر در میان زخمیان در وضعیت وخیم قرار دارند، اما بقیه زخمیان وضعشان خوب است و تحت تداوی دکتران قرار دارند. رئیس جمهور غنی در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری پخش گردید ضمن تقبیح شدید از این حمله گفت دهشت افغانان که اکنون توان مقابله با نیروهای امنیتی و دفاعی را از دست دادند، دست به حملات بالای اماکن عامه می‌زنند و مردم بیگناه ما را به شهادت می‌رسانند. طی هفته‌های اخیر در حالی که تلاش‌ها برای راه اندازی مجدد روند صلح با طالبان جریان دارد، چندین انفجار در افغانستان صورت گرفته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله تازه را به عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در صفحه توییتر خود مسئولیت این حمله را رد نمود. لیلا ماحبیب عظیمی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. دور دوم نشست چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده در مورد اثرگیری پروسه صلح فردا در شهر کابل برگزار می‌گردد. قرار است در این نشست صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نقشه راه برای پروسه صلح در کشور را مطرح سازد. نخستین نشست چهارجانبه در این راستا چندی قبل در اسلام آباد دایر شده بود. شرح بیشتر در این گزارش. نقشه راه صلح روی میز نشست چهارجانبه کابل. نماینده های ایالات متحده آمریکا، چین، پاکستان و افغانستان قرار است فردا چگونگی به میان آمدن صلح در افغانستان و منطقه را به بررسی بگیرند. حکومت افغانستان طرح نقشه راه صلح را در این نشست مطرح می کند. هرچند جزئیات این طرح هنوز هم روشن نیست، اما وزارت امور خارجه این کشور می خواهد طالبان بدون کدام پیش شرط وارد گفتگوهای صلح شوند. این نقشه راه
یک مسیر واضح و روشن تعیین میکنه که برای آغاز و پیشرفتن گفتگوهای صلح در همین مسیر گام ها برداشته شوند. وزارت امور خارجه افغانستان این نشست را میزبانی میکند. شورای عالی صلح اعتماد سازی، برداشتن گام های عملی و وارد شدن طالبان را در روند سیاسی از کلیدی ترین موارد پیشرفت های صلح میداند. آغاز گفتگوهای طالبان با حکومت افغانستان در مورد صلح اصلا از مشروعیت جنگ کم می سازه که یک دستاورد بسیار کلانی برای ما می باشه. یکی و اگر طالبان در مذاکرات شرکت بکنن ما خواهش اولی شایدی باشه که آتش بست بکنن، جنگ توقف بدن و همچنان اراده امی است که طالبان در پروسه سیاسی داخل شوند و بجای جنگ راه سیاسی را در پیش بگیرند. تمرکز نشست چهار جانبه فردا روی نقشه راه صلح است. نقشه‌ای که احتمالاً همه گروه‌های درگیر را دور یک میز بکشاند. اگرچه بسیاری ها تلاش‌های صلح را در سال‌های گذشته سرگزار نمی‌دانند. طول 13 سال گذشته هم نشست های بوده، مگر نشست ها جنبه های عملی نداشته. آل حکومت باید خواست از اونا همی باشه که باید یک آتش بس برقرار شود تا درگیر و مخالفینی که اونا حاضر میشه در مذاکرات صلح و اعتماد سازی بین هر دو طرف حاصل شود. از گذشته ها تا اکنون پیشرت ها گفتگوی صلح را با بنبست روبرو ساختند. اکنون نیز یک بار دیگر اعضای پیشین طالبان در کابل پذیرفتن پیش شرط ها را گره گشای گفتگوهای صلح می دانند. ما بسیار مطمئن نیستیم از همون مذاکرات یا همون مجلس که می شد به روز دوشنبه، زیرا که شما در جریان هستی که اشرف غنی گفتن که باید همون مذاکرات بغیر قیود و شرایط باشه. اگر قیود و شرایط نباشه همون جنگ به چی شده؟ اما هنوز طالبان درباره این گفتگوها به گونه رسمی واکنش نشان ندادند. دور نخست این نشست چهار جانبه هفته پیش در اسلام آباد برگزار شد. بسیاری ها از آغاز این گفتگوها در افغانستان خوشبین هستند، اما برداشتن گام ها را از سوی کشورهای میانجی از دید شک می نگرند. جلال میرزاد، آشنا صدای آمریکا، کابل. با برگزاری نشست‌های چهارجانبه میان پاکستان، افغانستان، چین و ایالات متحده روی اثرگیری پروسه صلح افغانستان، رئیس جمهور غنی دیدارهای مشورتی را با افراد و حلقات مختلف راه اندازی کرده است. با آن هم این مذاکرات چقدر جامع بوده و آیا دیدگاه‌های اکثریت جامعه را بازتاب می‌دهد یا خیر؟ در این مورد صحبتی داریم با محترمه محبوبه سراج، فعال مدنی و حقوق زنان که از جای کابل مهمان برنامه ماند. خانم سراج سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه ما. خب در اول اگر بگوین که به تلاش های تازه در راستای اثرگیری پروسه صلح افغانستان شما چقدر خوشبین هستین، این بار با دفعات قبل چه تفاوت هایی داره؟ ما والا سر مسائل این مسئله صلح در امان افغانستان یه جمله مذاکرات باید دوام داشته باشد. خود دوام مذاکرات باعث یک مقدار خوشبینی میشه که دلایل نیست که مذاکرات از بین اینه چی شوه از بین بره. در این زمان خوشبینی به خاطر عزیز که ما فکر میکنم امیال آذر که دنیای بین المللی امیال به یک مقدار به یک فیصله رسیدن که امیدوار هستم که امی مسئله صلح دامن افغانستان ای در به حقیقت بپیونده. از اون خاطر یک مقدار مراست بگویم براتان خوشبینی های ما در این مدت ذره زیادتر شده. بسیار. اما باز هم باز آدم میره میبینه که چی چیزهای دیگه ما یقین دارم که بسیار در بین را مسائل دیگه این پیش میآید که صلح نمیشه، مشکلات میآید، بنبست های میآید. ای خو خاصیت از این مذاکرات است. مگر تا زمانی که یک از طرف دنیای بیرون مخصوص امروز چین و امریکا دی وسط دی مذاکرات شامل هستن، از طرف از اونا که خواهش ازی باشه امیدواری زیادتر بله. است که خانم سراج وجود داره که بله. بالاخره خانم سراج دور اول نشست چهار جانبه در اسلام آباد بود و دور دومش قرار است فردا در کابل
برگزار شود. در این نشست ها و همچنان در نشست های بعدی که با آغاز پروسه صلح انجام خواهد شد، حضور زنان شما چقدر مهم و ارزنده میپندارین؟ ما حضور زنان را به هر مرحله مذاکرات صلح دامن افغانستان به حد اندازه مهم و ارزنده میدارم. برای زیک میدانم. به خاطر از اینکه امی مسئله زنها یک قسمتی از جامعه افغانستان هستند و ما نمیتونیم که باز هم به یک پروسه صلح مادر آیم و دامن از اون نصف جامعه افغانستان مد نظر نگیریم. این امکاناتش به نظر ما اصلا وجود نداره. زنها باید باشن در هیچ مملکت دنیا وقتی که شما خانم سراج، از بین بردیم نظر شما را گرفتیم. در این مرحله شما گفتین در هر مرحله حضورش بسیار مهم است. در مرحله نشست های چهار جانبه چقدر زنان حضور داشته؟ مثلا در نشست فردا آیا با شما با فعالان دیگه زن صحبت صورت گرفته، دیدگاه شما گرفته شده، مشوره های شما گرفته شده یا خیر؟ متاسفانه که نه نشده تا باله، مگر امیدواری ما اقلا بمیست که یک ترک دو روان است که دامن از اون ترک دو هرچی که نباشه باز هم زنها برای مناسبات برای ساختن اعتماد ما بین از دو مملکت و برای ساختن و برای چی میگن امو طرفداری دو دانه ملت باز هم زنها شامل هستن که کار میکنن. دیگه امیدوار استم که روزی که طالب ها در سر میز مذاکرات امرای افغان ها می آیند و می شینند و امرای عظیمی با مذاکرات داخل می شن و در اونجا چین و امریکا می باشند، در اون وقت هم که اگر زنها بتارند دامن از مذاکرات در آیند فوق‌العاده یک موضوع مهم و یک موضوع بسیار خوبی خواهد بود که مانای زیر نشان می تکراستی افغانستان با مروی روان است که می خواهد که یک صلح تشکر از شما خانم سراج تمام ملت افغانستان داشت. ممنون شما. بفرمایید. در فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا امروز پرسیده بودیم که این بار بر روند مذاکرات صلح چهار جانبه برای آغاز پروسه صلح در افغانستان چقدر خوشبین هستید. از جمله دوستانی که نظر دادند، هارون نوری از کابل نوشته جنگ در افغانستان ابعاد مختلف دارد، به سادگی نمیتوان در مورد ختم آن حرف زد. این جنگ توسط استخبارات پاکستان به خاطر اهدافشان به پیش برده می شود. صابر پادشاه صابری از خوست نوشته مذاکرات برای آغاز صلح چند بار صورت گرفته اما بی‌نتیجه ماند. برداشتن گام‌های عملی در روند صلح افغانستان مهم است. از سایر دوستانی که به این سوال ما پاسخ دادند هم سپاسگزار هستیم. شما نیز می توانید نظریاتتان را در مورد پست های این صفحه با ما و دوستانتان شریک سازید. آدرس صفحه ما در فیسبوک را به یاد داشته باشید، facebook.com/voatvashna. و در این زمان اگر تاکنون تلگرام صدای آمریکا را برای خود دانلود نکرده اید، می توانید اپلیکیشن تلگرام را دانلود و به voada عضو شوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز پایان یافتن تحریمات بین المللی علیه کشورش را ستود و گفت که ایران اکنون وارد فصل تازه‌ای شد. ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهان تحریمات اقتصادی علیه ایران را به روز شنبه پس از آن رفع ساختند که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای تایید کرد که شروط ذکر شده در توافق هسته‌ای را ایران به جا آورده است. در ماه جولای سال گذشته ایران و شش قدرت جهان با اعلام توافقنامه‌ای که به نام پلان مشترک گسترده عمل شناخته می شود بعد دستاورد بزرگ نایل آمدند. اکنون با تصدیق ناظرین ملل متحد از پیروی ایران از شرایط این توافق، ایران و قدرت‌های جهان اقدام عمده بعدی را اتخاذ می‌کنند. اما ایالات متحده می‌گوید به نظارت خود از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد. ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که ترس و وحشت یک ایران هسته‌ای من حیث یک تهدید به امنیت شرقی میانه و صلح جهانی رفع گردد. توافق ایران که شامل از بین بردن هزاران سنترفیوج و غیر فعال ساختن یک ریاکتور بزرگ آب می گردید، روزنه مذاکره روی مذاکرات دیگر را برای ایالات متحده باز نمود. بالاخره این آغاز توانایی روی حداقل صحبت با ایران در مورد موضوعات مانند سوریه و ایجاد روند سیاسی که آنها
آن را قبول کنند. بنان این اقدام قابل ملاحظه است. اما بعضی ها می گویند اعمال تحریک برانگیز اخیر ایران مثل دستگیری مختصر دریانوردان ایالات متحده نگرانی های را ایجاد کرده که گویا ایالات متحده در رابطه با ایران از عجله کار می گیرد. نشانه آن است که ما در کدام جهت روان هستیم. توافق ایران احمقانه ترین توافق است که من تا حال دیدم. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یک شنبه گفت تطبیق رسمی توافقی که بین تهران و شش قدرت بزرگ جهان صورت گرفت قناعت تمام جوانب را حاصل نمود بجز افرادگرایان تندرو. حقیقتا یکی از برگهای زرین تاریخ کشور است. ما طی این مذاکرات توانستیم قدرت‌های بزرگ را وادار کنیم تا حقوق هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسند. اگر ایران در ظرف یک سال به پیروی و تطبیق شرایط توافق هسته‌ای ادامه دهد، برای هر رهبر آینده ایالات متحده مشکل خواهد بود تا شمولیت ایالات متحده را در این توافق خاتمه بخشد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. همزمان با آغاز تطبیق توافقنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها از آن کشور، ایران 5 زندانی آمریکایی ایرانی الاصل را از زندان رها ساخت. 4 تن از این آمریکاییان در بدل رهایی 7 ایرانی آزاد شدند که در قید ایالات متحده بودند. جیسن رضاییان خبرنگار واشنگتن پست، امیر حکمتی منصوب به پیشین نیروهای بحریه آمریکا، سعید عابدینی کشیش مسیحی و نصرت الله خسروی رودسری که قبلا از او یاد نشده بود 4 تبع ایالات متحده بودند که از بند در ایران رها شده و قرار بود که عازم سوئیس شوند. یک مقام ایران به اسوسییتد پرس گفت 7 ایرانی را که ایالات متحده آزاد ساخته و به ایران رسیدند و فرد پنجمی ماتیو تریویتیک محصول آمریکایی است که جدا از تبادله از قید ایران رها شده و عازم ایالات متحده شده است. مادر او میگوید ما بسیار هیجانی هستیم و بسیار خوشحالیم از اینکه صدای ماتیو را امروز شنیدیم. بسیار هیجان زده هستیم که او از ایران خارج شده و فقط انتظار دیدنش را داریم. تریویتک برای آموختن زبان فارسی به ایران رفته بود و هنوز معلوم نیست که رسانه‌های بزرگ چرا خبر توقیف او در ایران را بازتاب نداده بودند. امروز یکشنبه بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد نیز از آغاز عملی شدن موافقه هسته‌ای ایران با جهان استقبال کرد و تبادله محبوسین میان ایران و ایالات متحده را ستود. او آن را گامی مثبت روی همکاری بیشتر میان دو کشور خواند. من از رهایی تعدادی از امریکایی‌ها با شمول جیسن رضایان خبرنگار واشنگتن پست از حبس در ایران و از رهایی برخی از ایرانی‌ها توسط ایالات متحده استقبال می‌کنم. من این حرکت را از جانب حکومت دو کشور برای بهبودی روابطشان تشویق می‌کنم و من نیز روی رفع تحریمات علیه ایران متمایل هستم. امیدوارم که جوانب بتوانند پلان مشترک گسترده عمل را با نیت خوب عملی سازند. استفن دی مسترا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه میگوید که هم از جانب ایران و هم از جانب عربستان سعودی اطمینان حاصل کرده که تنش‌های اخیر میان این دو کشور بر مذاکرات صلح سوریه که قرار است در ژنو برگزار شود تأثیر نخواهد گذاشت. آقای دی مسترا امروز یکشنبه گفت که هم در ریاض و هم در تهران برایش اطمینان داده شده که کشمکش‌های منطقه‌ای میان ایران و عربستان نه پروسه آغاز یافته در ویانا را مختل خواهد کرد و نه هم مذاکرات ژنو را. تنش‌ها میان تهران و ریاض پس از آن اوج گرفت که شماری از افراد در اعتراض به اعدام شیخ نمر از سوی عربستان سعودی سفارت آن کشور در تهران را حریق ساختند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه در ایالت میشیگان آمریکا حالت اضطرار اعلام داشت. دلیل این اقدام ملوث شدن آب آشامیدنی در یکی از نواحی میشیگان به ماده مضر سرب خوانده شده است. رئیس جمهور اوباما همچنان دستور داده که حکومت فدرال مسئولان ایالتی و صاحبی را در رسیدگی به این مشکل کمک کند. آقای اوباما این تدابیر را چند ساعت پس از آن اعلام داشت که مایکل مور، فیلمساز معروف آمریکایی، در منطقه فلنت میشیگان مظاهره کرد و خواستار مداخله حکومت مرکزی در حل مشکل آب مردم آن محل شد. مخلوط شدن سرب در آب آشامیدنی مسموم کننده بوده و خطر صحی دارد.
بسیاری از مردم تایوان با تجلیل از انتخاب نخستین رئیس جمهور زن در آن کشور پرداختند. پیروزی خانم تسای انگوین در رسیدن به مقام ریاست جمهوری تایوان شکست بزرگ به حزب ملی‌گرایی که امتی بوده که این حزب روابط نزدیک با چین دارد. رئیس جمهور تازه منتخب تایوان ضمن آنکه چین را یک کشور دموکرات و ریشه 23 میلیون مردم تایوان خواند، اما گفت که دموکراسی، هویت ملی و فضای بین المللی تایوان نیز باید کاملا احترام گذاشته شود. با تعقیب اعلان نتایج انتخابات، ایالات متحده خانم تسای و حزب او را به خاطر پیروزیشان تبریک گفت. حدود 40% جمعیت 1,200,000,000 نفری هند به طبابت عصری دسترسی ندارند، زیرا پرداخت هزینه اش در توان آنان نیست. حال شخصی تلاش دارد تا خدمات طبی را در دسترس نیازمندترین مردم هند قرار دهد. او ادویه اضافی را جمع‌آوری کرده و آن را در دسترس نیازمندان قرار می‌دهد. شرح بیشتر را از خدیجه الکوزی بشنوید. این کلینیک مجانی در دهلی جدید در خط مقدم خدمات طبی را برای نیازمندترین افراد هندی فراهم کرده است. دکتر اس ال جین تعداد زیادی از بیماران را روزانه تداوی میکند. بیشتر این افراد به دوا نیاز دارند ولی هیچ کدام توانایی خریداری آن را ندارند. هدف من دسترسی ادویه مجانی برای مردم است. دوایی که در بازار موجود است، اما نظر به بلند بودن قیمت آن خریداری نمیتوانیم. ادویه‌ای که از اینجا به دسترس مردم قرار می‌گیرد، از طرف اومکرنات شرما که به نام بابای دوا شهرت دارد جمع شده است. این کارمند 79 ساله متقاعد بانکهون روزانه تا 10 کیلومتر مسافه را طی کرده و از مردم می‌خواهد دوای اضافی خود را به کلینیک‌های مجانی شهر برگردانند. وی 8 سال قبل زمان دیپوی دوا را ساخت که متوجه شد اکثر دواها به خاطر عدم استفاده ضایع می‌شود، در حالی که افراد زیادی به آن ضرورت دارند. دوای مرض ہمارے پاس بہت سی دوائیاں ہوتی ہیں. دریافتم که اکثر مردم دواها را که قابل استفادهشان نیست دور می اندازند. سپس من به تبلیغات پرداختم تا مردم دوایی را که استفاده نمی کنند آن را باطل نسازند. او تخمین می کند که هر ماه حدود $7,500 دوا را جمع‌آوری می کند. سپس آن به تعداد از مریضان که به کلینیک های مجانی مراجعه می کنند توزیع می شود. بعض دواهای او از یک دفتر دکتران مانند این کلینیک در شهر کلکتا ارسال می شود. دکتران نمونه های دوا را به صورت مجانی شرکت های دواسازی به دست می آورند که می تواند به طور منظم از آن به مریضان به بضاعت استفاده شود. وقتی از بابای دوای دهلی خبر شدم، من هم تصمیم گرفتم تا با وی کمی از این دواها را بفرستم. هند نظر به نفوس خود کمترین هزینه را برای فراهم ساختن خدمات صحی در سطح جهان به مصرف می رساند و دسترسی به دوا یک مشکل جدی محسوب می شود. اما در دهلی جدید افراد بی‌بضاعت هستند که به کمک نیاز دارند تا برای مریضانشان ادویه مورد ضرورت را فراهم سازند. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. در افغانستان تعداد زیادی از مردم به خدمات طبی دسترسی نداشته و تعداد زیادی مردم از ادویه یونانی و یا هم به شکل خودسرانه از ادویه عصری استفاده می کنند. این کار چه اضراری دارد و رای حل آن چی بوده می تواند؟ در این مورد از مهمان ما سید علم شینواری، دکتر طب وقایه، می شنویم که همین اکنون در استودیو مهمان ما اند. خب دکتر طب، سلام بر شما، باز هم خوش آمدید. سلام بر شما. شکر. خب دواهای عصری طبی با آن هم که در بعضی امراض خاص علاج پنداشته می شود، ولی چه خطراتی را با خود داشته می تانه اگر به صورت خودسرانه استفاده شود؟ تشکر. به نام خدا و با عرض سلام. واقعا دواهای عصری که از موثریتش قسمی که موثریت زیاد داره، اما قدر نقصان زیاد داره اگر به مقدار معینش و به وقت معینش به طور مثال گرفتن نشه. مهمترین موضوع در ایسه، خصوصا در ایسه دواهای عصری ای است که باید توسط دکتر یا کسایی که مسلکی هستند توسط از اونا تجویز شوه و به اساس مشوره از اونا باید استفاده شوه، چون اونا در ایسه دانش می داشته باشن، تجربه می داشته باشن.
و تمام اگر به صورت خودسر گرفته میشه او قسم است که بدون دانش مشخص ده یا معلومات مشخص گرفته میشه و بسیاری موارد به عوض ازی که برای انسان فایده برسانه نقصان برسانه. واقعا ما متوجه شدیم بعضی از دوستا که مثلا یک دوا را دکتر براش تجویز میکنه به مرض خاص گو شفا پیدا میکنه و باز خودسرانه همین دوا را به یک دوست دیگه خود تجویز میکنه. بسیار کار غلط است از نظر طبابت. دواهای با کیفیت پایین و یا دواهای تاریخ تیر شده چقدر مضر بوده میتونه و اگر شخصی به شکل اشتباه یک دوای به اصطلاح تاریخ تیر شده را استفاده بکنه و بعدا متوجه شود چی باید بکنه؟ بله این مشکل بسیار یک مشکل عمده است در این استفاده از دواهای تاریخ تیر شده و دواهایی که به اصطلاح مستندردش پایین تر باشه. استفاده از این که از یک کار واقعا خلاف است از نظر طبابت و کوشش شوه از این باید استفاده نشه و اگر به صورت اشتباهی از این دواها استفاده میشه باید هرچی زودتر اگر کلینیک نزدیک باشه یا دکتر نزدیک باشه با از اونا در تماس شوند. و نواقع بسیار زیاد می داشته باشه دواهای تاریخ تیر شده که آدم استفاده میکنه، یکی که این مؤثریت نمی داشته باشه، کدام فایده به انسان نمی رسانه و در پهلوی از اکثریت دواها که اسم ماهیت کیمیا یا ساختمان کیمیایی یا فیزیکی از تغییرات میه که باعث ازی میشه که ماهیت و مؤثریت می دوا را از بین ببره. وقتی که از بین برد همین است که در بسیاری موارد به عوض ازی که برای انسان فایده برسونه نقصان می رسانه. به اساس هر وقتی گرفته میشه صورت اشتباهی باید ارزشتر با دکتر بتماس. اکثرا ما دیدیم در فامیلا که دواها را دوای باقی مانده از اعضای فامیلا یا از خود نگاه میکنن در یک تاخچه در یک جای نگاه میکنن که بعدا به درد بخوره. نگهداشت دوا در خانه چه تدابیر باید در این مورد در نظر گرفته شود؟ چی گونه باید نگهداری شود دوا؟ بله این هم یک مشکل عمده است و دواهایی که در خانه نگهداشت میشه دی که است باید چندین مثلا مد نظر گرفته شه. یکی که بعض دواها که اونها حرارت خاص ضرورت می داشته باشن، اکثریت دواها که در حرارت اتاق در حرارت نرمال خانه که است کدام نقصان برش نمی رسه میتونه مؤثریت خود حفظ کنه. یک موضوع. موضوع دیگه که از دواها اکثریت از خود بوتل ها به طور مثال یا قوطی ها باکس های کوچک یا مربوطه خود می داشته باشن که دواها در قوطی ها بوتل های مربوطه خودشان نگهداشته شوه، نه که یک دوا را بگیرن بعد در بوتل دوای دیگر جابجا بسازن. دیگه ای که بعضی دواها به طور مثال آنتی بیوتیک و انسولین که سینا در یخچال باید نگهداری شون، ما اگر در یخچال نگهداری نشه به طور مثال در خانه نگهداری شون اونها در مدت بسیار کم مؤثریت خود از دست میده. و مسئله دیگه که مسئله بسیار عمده است مسئله اطفال است، سینا را باید از دسترس اطفال دور نگه کنن نگه داشته باشن، به طور مثال در جای بلندتر بانن که اطفال با اونها دسترسی نداشته باشه، چرا اونها اشتباها از او باید استفاده نکنن. و همچنان اشخاصی که کم به طور مثال تکلیف های روانی دارن از دسترسی از اونها همینا رو دور نگه داشته باشن. به طور مثال میتونن ببخشن در یک الماری یک جایی را قلف کنن. اما و اینمی نکات باید مد نظر بگیرن. در کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، کشورهای پیشرفته ای که هستن، برای فروش دواها چه قوانین خاصی وجود داره که در افغانستان قوانین وجود نداره و باید ضرورت پنداشته میشه که باید قوانین در افغانستان هم باشه؟ خوشبختانه ببخشید در افغانستان هم اداره خاص است، مثل که به طور مثال در امریکا یک اداره است به نام FDA یا Food and Drug Administration، یک ایجنسی است که مربوط وزارت صحت عامه ازیج است. همین شکل افغانستان هم متو یک اداره داره، پالیسی های مشخص طوری که امریکا داره به طور مثال یا کشورهای دیگه داره افغانستان هم داره، ولی مشکل تطبیق قوانین است و عملی ساختن پالیسی هاست. اینجا پالیسی های مشخص در هر حصه در ایسی هر دوا در ایسی تطبیق ازی تجویز ازی و در ایسی توزیع ازی موجود است. به طور مثال کدام دواها باید به طور در دواخانه ها برش مریضا دسترس داشته باشند بدون ازی که نسخه داشته باشند، کدام دواها گرفته میشه و کدام دواها باید بدون نسخه تجویز نشه. هیچ چیزی است که در افغانستان عملی نمیشه. هر کس میتونه به دواخانه مراجعه کنه، به هر با میل خود دوا بگیره از دواخانه. و مشکلی هم دی که در ایسی پالیسی ها در ایسی دوا است و استفاده از اشخاص مسلکی در دواخانه هاست. در افغانستان اکثریت مراعات نمیشه. شما میبینید در اکثریت دواخانه ها حتی اطفال زیر سن که از دواخانه ها را به پیش میبره که اونها هیچ معلومات در ایسی دوا نمیداشته باشن. و چون اکثریت مردم ما یا به اساس دلایل مختلف به طور مثال توانایی ندارن به کلینیک یا به دکتر مراجعه کنن، میرن تمام اتکایشان سر دواخانه میباشه. ما شاهد بودیم که دواها در بین توکری ها روی پیاده روا در شهر کابل فروخته میشه، دواهای بسیار خطرناک تا آنتی بیوتیکا. تشکر از شما دکتر، ممنون شما. سلامت باشید.
بخش دری برنامه امروز تلویزیون آشنای صدای آمریکا در همین جا پایان یافت، ولی امیدوارم شنیدن برنامه های رادیو آشنا را فراموش نکنید که با ختم برنامه تلویزیون آغاز می‌گردد. در برنامه امشب خبر، البته در برنامه امشب خبری و اثری روی موضوع تاثیر برداشت تحریم ها بر ایران روی اقتصاد منطقه بحث خواهیم کرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. و دولو چارو که در امریکا غک در ارزختون و غروالی ارائه اخبار مؤثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی ساره لسلسه لری. هر روز از رادیو تلویزیون.